عرض سلام. امروز واسه فرهاد یه روز حیاتیه. بریم تا بهتون بگم واسه چی. یا قبول میکنی یا دارم قبول میکنم. آقای مدیر کل، من ماهاست شاید هم سالهاست روی این طرح کار کردم. در حقیقت این طرح سودآوری عظیمی برای شرکت داره. عرضم به حضور آقا بگیر بخونش. منم که بی احترامیه نمیشه. آقای مدیر کل بدونین این طرح رو من با خون و دل نوشتم. در حقیقت نمیجیم. فرهاد داری با خودت حرف میزنی؟ نه با مدیر کل. سلام ما رو بهش برسون. فرشته خیلی استرس دارم. بابا دو ماه داری به ارائه طرحت فکر میکنی، کار میکنی روش، دیگه استرس چی؟ بابا نمیدونم، مثلا میترسم ردش کنه. رئیس دوست داره، واسه چی ردش کنه؟ این رئیسمون نیست، این مدیر کل. هر دو ماه یه دفعه میاد بهترین طرحو که بهش ارائه بدن ورم داره. اگه انتخابش کنه کارمند ارتقا پیدا میکنه. فرهاد فردا عجب روزیه. تو که ارائه تر داری، منم باید برم مدرسه پسرا. جشن دانش آموزه. واقعا امسال میخوان چیکار کنه؟ امسال تو گروه سرودن انقدر ذوق داره. من میشه فیلم بگیری بعد حتما قبل از اینکه بری مدرسه یه دستر گل بزرگم بگیر براش. واقعا اومدم همینو بهت بگم. خب مامان بیا. این چیه؟ دعوتنامه جشن فرداست. مونده بود تیکی فهمی آدم رفت بگم. نمایشی که تو تابستون تمرین کردی ما فردا اجرا میکنیم. تو که بیشتر از من کار داری، دو جا باید بری. فرهاد این ساعتش با جشن پسرها یکی نقط دوانیم صبح میفتش. اینقدر بزرگ شده که این پسخیلی داره تاعت کار میکنه. فردا کدومش رو برم؟ آقای مدیر کل، بابا آقای مدیر کل بگیر طرح ما رو بخون دیگه. من سه ساعته ای دارم میگم آقای مدیر کل. آقای مدیر کل آره ولی خیلی زیادن. موندم چطوری این همه شیرینی رو واسه فردا برسونم. مدیرشون گفته اگه شیرینیات خوب باشه تو جلسه اولیا مربیانم بهت سفارش شیرینی میدیم. خب این که خیلی عالیه که. ببین میخوای منم بیاب کمکت؟ من هیچی نمیخوام، همین که تمرین کنم بر من کافیه. نه عزیزم، خودم از پسش برمیام. مطمئنی؟ آره بابا، همش 10 کیلو شیرینیه دیگه، چیزی نیست که. باشه من دیگه برم عزیزم، کم کم باید از فردرشون بیارم، میترسم بسوزن. کار نداری؟ خدافز. خدافز. 10 کیلو شیرینی دیگه. برو فرتو خاموش کن بابا. مطمئنی ساعت 9:30 جشنتونه؟ بله. مامان که نمیتونه بیاد جشنتون، انشالله سال بعد. فکر میکنی مامان جشن ما رو ول میکنه بیاد جشن تو؟ زهی خیال باطل. نمیدونم اینی که گفتی یعنی چی، ولی مامان حتما میاد جشن من. فرگون منطقی باش، ما هم بزرگتریم، هم دو نفریم، پس مامان حتما میاد جشن ما. خب ما هم دو نفریم. فرین فرین موضع تو مشخص کن. یعنی چی؟ یعنی اینکه با من یا اینا؟ اینا دو نفرن و تو یه نفر؟ بله، پس با تو. اصلا بیا بریم از مامان بپرسیم. فعل و فعالش درست در اومد؟ خصوصا این. آره خوبه. آره مامان ما اگه قرار نبود بیای جشنمون. وای مگه تو هم جشن داری؟ جشن تو دیگه چیه؟ منو فرگل دیگه، منم میخوام بیام تو جشنش. بچه ها من که نمیتونم جشن جفتتونو بیام. خب جشن ما رو بیا. چرا؟ مگه من بچهش نیستم؟ یه بار قبلا گفتم ما هم بزرگتریم هم دو نفریم. ما هم دو نفریم، تازه کوچیکتر هم هستیم، دلمونم کوچولو. قربون دل کوچولو تو. بابا میشه بیای مدرسه یه کدوممون؟ بابا من کلی کار دارم فردا پسرم. خانم اصلا این رو راست و ریستش کن دیگه. من بچه ها من نمیتونم بین شما یکی رو انتخاب کنم، خودتون با هم دیگه کنار بیاید. برید آخو فرگون،
سر باید با همه باشه با بابوش باشید. مطمئنی خوبم؟ خوبی. تو که نگاه نکردی؟ دیدم فرانک، من یه عم سرم تو این گوشی بوده، هیچی توش نیست. الان سر تو رفته تو این گوشی؟ نمیشه. فرشید چقدر لباست خوبه؟ تو اصلا معلوم حواست کجاست؟ ببخشید، خب چی کار کنم؟ این مدیریت جشن اون مهدم سپردن به من، اصلا گرفتار شدم، همش نگرانم، میگم نکنه خرابکاری کنم، نکنه آبرون بره، چی کار کنم؟ میخوای نرم مصاحبه بیام کمک؟ نه؟ نه 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 نه، خیلی مهمه، اون مهمتره. بعدش هم من 3 روز وقت دارم، اصلا نگران من نباشی و برو به کارت برس، به کار خودت برس. من دلم نمیاد که. مطمئنی؟ آره مطمئنم. مطمئن؟ بله. برو. برم؟ برو. فرشی خیلی بهت افتخار میکنم که داری دنبال کار میگردی. اگه روزی 2 ساعت هم بازی کنم بازم به من افتخار میکنی؟ نگاش کن تو رو خدا، برو برو پررو نشو. حالا من یه تعریفی ازت کردم، بدو. 1 ساعت؟ فرشید برو. نیم ساعت دیگه افتخار کن. نیم ساعت دیگه. حالا یه بار داری میری دنبال کار بگردی، بدو برو ببینم. باش نگاش کن. مامان جون دستت در نکنه شام درست میکنی، من و فرین هم سالاد درست میکنی. به دست دلم نمیره. چی کار میکنی؟ هی فرشته چی سر این کار همین تر حالا تر اینگاه چه یه تره دیگه تر. بچه ها خستت کردن و معلومه اصلا خستم نکردن، همه کارها رو خودشون انجام دادن. اینا چه بچه های کمک بکنی شدن؟ میخواستم راجع به همین قضیه باهات صحبت کنم. ببین این قضیه خیلی براشون مهمه، باید یه کاری بکنیم. بیا تو فردا برو مدرسه فرض مفرض، خواهش میکنم. بابا من فرشته چی؟ نمیشه که آخه عزیزم، من فردا روز بغرنجی دارم، من فردا باید این تر رو بدرستم دست آقای مدیر کل. میدونی اگر این تر تصویب بشه چه اتفاق میفته؟ خانواده ما اینجا میاد اینجا. یک خانواده بزرگ، یک خانواده ارتقا یافته موفق، بعد این خانواده بزرگ ما میتونیم دست اعضای خانواده رو بگیریم. این همین فرشیده بی ارزه. نمیدونم برای آینده بچه‌ها خوبه. فرزان، فرزین، فرناز. فرناز چی؟ چی تو به کارت برس. وای شما فرناز خانم هستی؟ بله خودم هستم، شما منو از کجا میشناسی؟
آوازتون تو همه شهر پیچیده، همه شما رو میشناسن. متوجه منظورتون نمیشم. یعنی چی؟ همون فرناز قناد معروف دیگه. بله خودم هستم. سلام فرشته جون، خوبی عزیزم؟ ممنونم. واقعا؟ من؟ آره من که از خدام، تازه میتونم براشون شیرینی هم بپزم. بچه های عزیزم، من و مادرتون یه تصمیم گرفتیم، یعنی برای مشکل شما یه تصمیم گرفتیم و اما تصمیم خون کارته ها، هر روز کارته. بچه ما برای حل مشکلتون یه تصمیمی گرفتیم. از اونجایی که باباتون نمیتونه بیاد، منم که نمیتونم دوتا جا باشم، از عمه فرناز میخوایم بیاد یکی از مدرسه ها. عمه فرناز؟ آره فقط خواهش میکنم سر عمه فرناز دیگه دعوا نکنیم. دعوا نداره که، مشکل حل شد. عمه میره مدرسه فرگل. چرا مدرسه ما بیاد مدرسه شما؟ راست میگه، عمه مال شما. من اینو یه بار دیگه هم گفتم، ما هم بزرگتریم هم دو نفریم. راست میگه، عمه مال شما. نه خیرم، عمه مال شما. عمهش نمیکن. ما عمه رو نمیخوای، ما مامان رو میخوای. بچه ها سلام. سلام، بیایی تو. آره بیایی تو. چرا اینجا وایستادیم؟ بیایی تو دیگه. همینجا خوبه، اومدیم یه چیزی بهتون بگیم و بریم. چی عمه جون؟ عمه فکر کنم حالتون خیلی خوب نیست، رنگتون پریده، مریضید؟ نه عمه جون، من حالم خوبه. نه خیلی بیحالید، تازه با این حالتون میخواید تا مدرسه ما هم بیاید؟ عمه خوشگلم، شما فردا مدرسه فرزان و فرزین باره. آره اونا مدرسه شون نزدیکترن، کمتر خسته میشید. الهی من قربونتون برم، چقدر شما دوتا مهربونید آخه. اگه داداشاتون بفهمن خیلی خوشحال میشن. هیش نه، اونا نباید بفهمن. آره بین خودمون بمونه ها. A B C D E. نه این نیست. چرا نمیشه؟ نکنه نتونم. چرا؟ چرا من میتونم، میتونم امتحان کنم یه بار دیگه. A C D K Y. مدیریت جشن مهد. وای اگه نتونم. چه خبره بچه ها؟ چیزی شده؟ سرم، ما شما آگه خواهش داریم. فقط باید بین خودمون بمونه. باشه بین خودمون میمونه. اما فرناز ازتون خواهش میکنم فردا بریم مدرسه فرگل. چرا آخه؟ چون ما برادر بزرگترشیم، نمیخوایم که دلش بشکنه. هم بزرگیم هم دوتاییم. مطمئنید نمیخواید بیام مدرسه شما؟ بله مطمئن. شادی فرگل برای ما مهمتره. با اجازه. فرشته ببین، من این طرح رو قشنگ به مدیر کل میگم. ببین تمرین کردم. آقای مدیر کل، این شغل سهم منه، حق منه، مال منه. فرهاد نمیخوای شغل تو ازت بگیرن که شغلت مال خودته. طرح سهم توه. طرح آقای مدیر کل، این طرح سهم منه، حق منه، اصلا مال منه. فرهاد طرح تو که ازت نمیدوزن، همه میدونن حق توه، سهم توه. چی بگم پس؟ چی میدونم؟ برو فقط طرح تو بهشون
نشونه تمش میره دیگه. میخوای بگم بابا، میخوای بگم بابا من سه روز رو این زحمت کشیدم. آره این مال من همه. میفهمه زحمت کشیدم؟ آره بابا میفهم. چرا نفهم زحمت کشیدی؟ این بچه ها امروز هیچ چقدر رفتن اومدن. چی بوده؟ کیه؟ سلام خانم. سلام فرنوز جون. بی تو قربونت. ممنونم. بشین برات چای بریزم. فرنوز جان، مطمئنی منظورشون همین بود؟ فرنوز بچه ها تو رو خیلی دوست دارن. بله. خب منم همین فکر رو میکردم. فکر میکردم اینا سر من دعواشون شده. ولی بعد فهمیدم اینا دارن منو به همدیگه پاس میدن. فرنوز جان، بچه های من؟ نه، بچه های من. فرهاد. داداش. فرهاد داداشه. خب البته حقم دارن. خب بچه ها دوست دارن تو روز مهم زندگیشون مامان باباشون پیششون باشه دیگه. روز مهم زندگیشون؟ خواهر من روز مهم زندگی منه. من فردا باید این طرح رو بردارم ببرم پیش مدیر عامل. اون باید بخونه اگه تصویبش کرده. فرهاد خیلی خوب تو هم حق داری، ولی فرگل بیچاره از تابستون داره رو تئاترش کار میکنه. تو طفل معصوم هم سه ماه داره رو سرودشو کار میکنه. حق من سهمم، حق من. روز مهم زندگی منه، فردا نمیرم مدرسه. نرو. نمیرم. نرو. نمیرم. نرو. جشن من خیلی ناراحت میشم. آقا آبجی جان، جشن شما که مهم نیست. بذار بزرگتر شدی مامان میاد جشن مدرسه شما. نمیخوام. چی گفته جشن من مهم نیست؟ ما کل تابستون رو تمرین کردیم. راست میگه. تو چی میگی؟ ما باید تابع تصمیم بزرگترا باشیم. من دوست دارم مامان کارمون ببینه. ما هم دوست داریم مامان کارمون رو ببینه. مگه همه فرناد چشه؟ چیزیش نیست. همونطور که من همیشه گفتم، ما هم بزرگتریم و هم دو نفریم. بیا بریم خونه تمرین کنیم آقای بزرگتر. اصلا یه مسابقه بس. نه، من مسابقه رو شروع میکنیم که ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از بقیه. چی بود؟ نمیدونم، یادم نیست. یه لحظه بریم دیالگم بگم. من از اعماق دریاها اومدم تا خورشید را ببینم. دور از تو اندیشه بدان. فرگل یه بار دیگه بگو یادت نره. من از اعماق دریاها اومدم تا خورشید را ببینم. بر بامت شکوفه دمید. ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک سر چشمه هنر. بابا تو هم شانس نداری ها. اگه میرفتی اونجا کلی برای کارت هم خوب بود. فکر کن اون همه بچه با مادراشون، چه تبلیغاتی میشد برات. حالا شاید اینجوری برام بهتره. فکر کنم اون همه شیرینی میپختم، سنگ رو یخ میشدم. آره خب اینجوری بهتره. حالا فکر کنم میرفتی شیرینی هم میبردی، هیچ کس هم خوشش نمیومد. بیشتر سایه میشدی دیگه. چرا خوششون نیاد؟ خیلی هم دلشون بخواد. شیرینی به اون خوبی، با اون کیفیت، با اون قیمت کجا میخواستم پیدا کنم؟ هیچ جا. همه شعاره. عزیزم کاری نداری؟ نه، من برم آخرین سینی رو از فر در بیارم. فعلا. فعلا.
جار رفتن موضوع به همکارش گفت و ازش خواست که تا میتونه از این طرح دفاع کنه، چون این طرح از این به بعد طرح جفتشونه. همکارش آقای محرمی هم بهش قول داد که همه چی رو درست انجام بده و از اینکه این طرحو کی به این مرحله رسونده و دلیل نیومدنش چیه غافل نشه. سلام فرناز. سلام. میتونم بیام تو؟ میخوای بیای تو؟ اگه مزاحم نیستم؟ چی کار داری؟ اینجا بگم؟ کجا بگی؟ یعنی نیام تو؟ میخوای بیای تو؟ واقعا میخوای بیای تو؟ آره بیا تو. بفرم. خیلی ممنونم. این که سرده فرناز؟ سردش خیلی خواستش بیشتره. خب الان دمنوشه چی هست؟ دمنوش آرامش بخش. برای منه؟ آره دیگه. مطمئنی؟ آره من خوردم نوش جان. خب خیلی ممنون، دست درد نکنه. ببین من اینجا مزاحمت شد. البته ببینم تو وقت داری؟ مزاحمت که نشدم. وقت دارم. آره. فردا چی؟ فردا وقت. پس فردا؟ فرانک جون من امروز، فردا، پس فردا، پس اون فردا، پس اون پس اون فردا، من کلن وقت دارم چون من کلن بیکارم. بهتر؟ بهتر؟ آره آره. یعنی بهتر که من بیکارم؟ من نه 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 اون نه، میدونی من یه کار مهمی باید دارم، میخوام ازت کمک بگیرم. پس فردا تو مهد ما یه جشنی برگزار میشه که پدر مادر تمام بچه‌ها میخوان بیان اونجا. تازه دو تا بازرس هم میخواد بیاد اونجا. نشستم با خودم فکر کردم فرانک تو ممکنه مدیریت اونجا برات سنگین باشه، از پسش برنامه گفتم چیکار کنم بیام پیش فرناز جونم. حالا من میخوام بدونم تو اصلا وقت داری یا اصلا دوست داری بیای اونجا. یه کار خیلی قشنگ برات دارم، میدونی چیکار کنی؟ مدیریت بخش پذیرایی جشنمون رو انجام بدی. بقیه‌اش هم که خیالم راحت راحته. چرا؟ چون فرشید مثل همیشه به من کمک میکنه. عزیزم خب اینو از افضل میگفتی. آره که دوست دارم، خیلی خوبه. اتفاقا من کلی ایده خوب دارم. نه 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 اونو نخور، اونو نخور. بذار برات چای تازه دم درست کنم. نه دم نوش نه، پرتقال بخور، پرتقال خیلی بهتره. پرتقال میخور. آره باشه جان. در پذیرایی پس فردا. پذیرایی؟ آره پرتقال بخورم. آره آره نوش جان. همیشه اون چیزی که تو مسیر بهش تبدیل میشین از اون چیزی که تو مسیرش هستین مهمتر و شیرینتره. حتی شیرینتر از شیرینیای فرناز و قبول شدن طرح فرهاد و نمایش تئاتر و سرود بچه ها. عشق شیرینترین شیرینی دنیاست. بخند شکوفه میده قلب دیوونه، بمون که با تو زندگیم چه آسونه. بتا که نور و روشنی شبها می بگو، بگو که تا همیشه با همی. مال من شب مال تو، عشق و شادی و زب مال تو. کو میشم و تکیه گاه تو، پا به پا میام در پناه تو. بپوش لباس آبی رنگ دریا رو، بشور تو آب دریا درد و غمها رو. بخند خنده به هر دردی درمونه، بخون که شادی توی این خونه میمونه. به ما